بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. گرچه ظاهر این کریمه نفی عوامل نجات از عذاب است، ولی در باره خصوص شفاعت آیات فراوانی چنین که روایات بیشماری هست و شفاعت رو استثناء میکنند. منتها در شفاعت مسائلی بود که بعضی از اونها گذشت و یکی از اون مسائل این بود که کی شفیع است. فرشتگان و انبیا و مؤمنین و همچنین توبه و عمل صالح، اینها حق شفاعت دارند. درباره فرشتگان آیاتی بود که اشاره شد و همچنین درباره انبیا علیهم السلام. درباره مؤمنین هم بعضی از آیات دلالت بر شفاعت دارد که در سوره 8 دعای مؤمنین را نسبت به یکدیگر نقل می‌کند. آیه 10 سوره 8 این است که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. این طلب مغفرت مؤمنین برای دیگر مؤمنان که قبل از اونها بودن یک نحوه شفاعت است. این گونه از دعاها را خدا مستجاب می کند. نمونش همون دعای 40 مؤمن است در نماز شب و مانند آن، که اقل 40 مؤمن باشند. نه اینکه انسان بیش از 40 مؤمن را دعا نکند، ممکن است که صدها نفر را هم در نماز شب دعا کند. به این دعاها انشاءالله مستجاب است. این به نوبه خود شفاعت است که مؤمن میتواند از دیگران، خواه زنده خواه مرده، شفاعت کند، خواه از گذشتگان خواه از معاصرین شفاعت کند. این طلب مغفرت برای دیگران یک نحو شفاعت است و خدای سبحان از اینها باید تجلیل یاد میکند. اگر این کار کار لغوی بود که خدا با عظمت یاد نمیکرد، که میفرماید اینها کسانی هستند که میگویند ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خب اگر این دعا مستجاب نمی بود، یک کار لغوی بود که خدای سبحان از اینها با این تجلیل یاد نمی کرد، پس مؤمنین هم حق شفاعت دارند. البته منهای مسئله روایات که برای عالم فقیه و مؤمن شفاعت قائل شده. به بخشی از این آیات یاد شده ناظره به مسئله دنیاست، بخشی هم مطلق است، بعضی هم درباره خصوص قیامت است. در آیات سوره غافر که جریان شفاعت فرشتگان مطرح بود، در آیه 9 این چنین آمده است که وقته مسیئات و من تق سیئات یوم اذن فقد رحمته و ذالک هو الفوز العظیم. یعنی پروردگار امروز اونها را از سیئات حفظ بکن. سیئات چیزی که انسان را متأثر و متعلم می کند و خوشایند انسان نیست. اون روز صحنه قیامت و عذاب قیامت برای انسان سیئه است، چون جزاء سیئتین سیئتون مثلها. فرشتگان عرض میکنن خدایا اینها را از سیئات حفظ بکن و هر که را تو امروز از سیئات حفظ کردی بینا رد کردی. گرچه احتمال اون هست که منظور از این یوم اذن دنیا باشد، فرشتگان به خدای سبحان عرض کنن اونها را از معاصی حفظ بکن، که این شفاعت ناظر به دنیا باشد. اما آیه قبلش این چنین بود که وقتهم عذاب الجحیم. آیه بعدش هم باز این است که ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر ومقتكم انفسكم، که باز مربوط به قیامت است. چون قبلش مربوط به قیامت است، بعدش مربوط به قیامت است، این سیاق نشون میدهد که منظور از این یوم اذن هم قیامت است نه دنیا. پس در قیامت فرشتگان شفاعت میکنن، چنین که در دنیا هم طلب مغفرت میکنن و میگوین و من تق السیئات، یعنی کسی که تو اونها را امروز از شدائد حفظ کردی فقط رحمته، یعنی رحمت خاصت شامل اونها شده و ذالک هو الفوز العظیم. انسان شفیع میشود تا مشکل مشفوع له برطرف بشود. یک وقت انسان دفع عقاب است، یک وقتی رفع عقاب است، یک وقت دعا میکند خدایا توفیق به فلان شخص بده که مبتلا به معصیت نشود، یک وقت دعا میکند خدایا معصیت انجام یافتهش را ببخش.
بله شفاعت هم طلب است، استدعا چیز دیگر نیست. شفاعت آن است که شفیع از مشفون انده بخواهد که مشکل مشفون له را حل کند، حاصل هم می شود و این هم مغفرت حاصل می شود. در قیامت سوال می کند که شما اینها را عفو بکنید، اینها که استحقاق عقاب دارن عقاب نکنید. در دنیا سوال می کنند خدایا گناهان اینها را بیامرزید، طلب می کنند در حقیقت استدعا می کنند، یا استدعا میکنن که گناهان اینا رو بیامرزید، یا استدعا میکنن که اینا رو به جهنم نبرید. نه، معمولا اون است که قبول باشد. و این که فرمود منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، اذن خدا در موردی است که اثر کند. اون کسی که بله، برای این که شافعینی هستن، مثل اون بحثش قبلا گذشت، مثل که مدرسین در حوزه هستن، یک کسی نمیخواد درس بخونه، میگن این هم مدرسین هستن و استفاده نمیکنه. نه اینکه اونا درس میدن، این درس میره، درس سودی نداره، این چنین نیست. و ما تنفعهم شفاعت شافعین، یعنی شافعین فراوانی هستن، ولی اون نمیتواند از شفاعت شافعین استفاده کند، چون شافعین در باری او شفاعت نمیکنند. باز نمونه دیگری از شفاعت در قیامت کبرا آنچه که در سوره اعراف بیان شده است. در سوره اعراف آیه 49 این است: اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. گویندگان این کلام اصحاب اعراف هم رجالی هم که در اعراف به سر میبرند. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون اها اولئک الذی اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. در اعراف دو گروهن، یک عده فرمان روایان اعرافن به اذن خدا، یک عده سرگردانان اعرافن بلا تکلیف. اونا که وضعشون روشن نشد در اعراف به سر میبرن، به دستور رجال اعراف وارد بهش میشوند. این رجال اعراف چون دارد رجال، پس معلوم شد ملائکه نیستن. این یک مطلب. مطلب دیگر این که این مردان مردان عادی نیستن، زیرا اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه. احدی حق حرف ندارد، نه تشریعا حق حرف ندارد، تکوینا قدرت سخن ندارد، چون بساط تشریع با انقطاع دنیا منقرض میشود. نه اینکه اون روز حرف زدن حرام است، چون حرمت و وجوب مال دنیاست. اون روز احدی قدرت حرف ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. مثل اینکه زبان ما تا ما نخواهیم حرف نمیزند. زبان تکوینن در اختیار روح است، روح تا نخواهد زبان حرف نمیزند. همه انسانها در قیامت اونچنان تحت ذلتند و خدای عزیز حاکم است که تا خدا نخواهد اینا قدرت حرف ندارد. پس تا خدا اذن ندهد کسی حرف نمیزند. این مردانی که حق حرف دارن فرشته نیستن، چون فرمود و علالاعراف رجالون، پس مردان هست نجز فرشتگان. و کسانی هن که مجازن سخن بگوین، این دو. و اذنشون هم این است که به اصحاب اعراف، به اهل اعراف که سرگردانن، اجازه ورود میدهن، میگوین برید بهشت. اینا کیانن؟ کیست که در قیامت بتواند سخن بگوید اونم اذن ورود به بهشت به دست اینها باشد غیر از معصومین اهل بیت علیهم السلام؟ لذا اونا فرمودن مایی. اون روایات این آیه رو تطبیق کرد بر اهل بیت علیهم السلام و تطبیق به حقی هم هست. اصل جریان را در همین سوره اعراف آیه 46 به بعد بیان میکند. میفرماید به این که و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بر اعراف مردانی هستن که مشرفن، همه را با سیما میشناسن. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. سیما از سمه و وسمه و موسوم بودن، یعنی نشانه. سیماهم فی وجوههم یعنی نشانه اینا در صورت های اینا، وگرنه سیما معنی علامت است. فرمود همه را با علامت ها میشناسن. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم.
لم یدخلوها و هم یتمعون و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اینا مردانی هستند که هم اصحاب جنت رو میشناسن هم اصحاب نار رو میشناسن، با اصحاب جنت سلام دارن، وقتی اصحاب نار رو میبینن میگن خدایا ما رو جز اینها قرار نده. بعد نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، مردانی را که با سیما و علامت میشناختن، همین اصحاب اعراف که مردان الهی هستند، اونا رو منادا قرار بدن، با اونا سخن میگوین، میگویند ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، این ثروتی که اندوختید، اون استکباری که داشتید، هیچ کدام مشکل شما را امروز حل نکرد. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، اونگاه اشاره میکنند به این مؤمنین سرگردان، به این محرومی، میفرمایند شما نه استکبارتون مشکلتون را حل کرد، نه اون جمع مالتون مشکلتون را حل کرد. و درباره این محرومین و طبقه متوسط از اهل ایمان می گفتید اینها به جایی نمی رسن. حالا امروز معلوم می شود کی سعادتمند است کی شقی، اونگاه در همین ملع به این افراد مؤمن متوسط که هنوز وضعش روشن نشد دستور می داد بفرمید بهشت. فرمود و نادا اصحاب الاعرافه، یعنی همین مردان الهی، رجالن کی یعرفونهم بسیماهم، مردانی که اینها اهل استکبار و جمع مال بودن، اینها را با علامت میشناختن، به اینها خطاب میکنن که ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، اون کارهایی که در دنیا داشتید هیچ کدام از اینها مشکل آخرت شما را حل نکرد. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، اشاره میکنن به این مؤمنین متوسط که هنوز ازشون روشن نشد، وارد بهش نشدن. میفرمایند شما درباره اینها میگفتید که اینا به مقصد نمیرسن و طرفی نمیبندن، ادخل الجنه، بفرمید بهشت. به این افراد منتظر و متوسط که هنوز در اعرافن وارد بهشت نشدن، به اینها دستور میدن، میگوین ادخل الجنه، برید بهشت. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. خب پس در اعراف دو گروه هن. یه عده کسانی هستن که هنوز وضعشون روشن نشد وارد بهشت بشن، یک عده فرمان روایان اعرافن به اذن خدا، اون روز احدی سخن نمیگوید مگر خدا اذن بده. و اینها هم جز رجال هم نه جز فرشتگان، مردانی که فرمان روایان اعرافن و منتظرن که این محرومین از اهل تشیعشون به بهش برون تا بعد خودشون وارد بهش برون، همون معصومین علیه السلام هم که میفرمان ادخل الجنه، برید بهش. اگر درباره از سمی سلام الله علیه آمد است که او قسیم الجنت و النار است، این درباره سایر اهل بیت هم هست. این عالی ترین مرحله شفاعت است، منتها مسئله تکوین است، نه مسئله بخشش گناه. عرض کردیم که این مرحله نفوذ تکوینی است، نه شفاعت مسترک، ولی بالاتر از شفاعت است. بسیار خوب، تنجیزشون به اذن خداست که بالاترین مرحله رسالت است، این از شفاعت مسترک قوی تر است. اینها هستن که میگن ادخل الجنه، برید بهش. بنابراین هم در دنیا مسئله شفاعت مطرح است، هم در آخرت، هم در باره فرشتگان، هم در باره انبیا، هم در باره مؤمنین. اما اون چرا که به عنوان شفاعت قرآن مطرح است، خدای سبحان همونطوری که ایمان را، توبه را، عمل صالح را باعث شفاعت میداند، قرآن را هم باعث شفاعت میداند. فرمود یهدی به الله من تبعه سبول السلام، کسی که تابع قرآن شد به وسیله این، خدای سبحان راه های نجات را به او نشون میده. اون مقدار را که فهمید و عمل کرد که طی کرد، اون مقداری که عمل نکرد و برکت قرآن حل میشود. این کریمه یهدی بهی من تبعه رضوانه سبول السلام در روایات مبسوطن بیان شد که قرآن حق شفاعت دارد. در کتاب شریف وافی در باب فضل قرآن، اونجا یک بابی است که قرآن متمثل می شود و شفاعت می کند، یعنی صفوف انبیا، صفوف صدیقین، شهدا، صالحین همه هستن، بعد می برن یک چهره نورانی می آید، همه اهل این صفوف فکر می کنن این چهره نورانی از اونهاست، صف مؤمنین خیال می کنن این مؤمن خالص است، می بینن که از کنار اینها هم می گذرد، صف اولیا خیال میکنن این از اونهاست، میبیند از اونها هم رد میشود،
صف انبیا خیال میکنن این از اونهاست، میبینن او از اونها هم رد میشود. این حقیقت قرآن و باطن قرآن است که در قیامت به این صورت ظهور میکند، چون قرآن مهیمن بر همه کتب پیشینیان است و هر پیغمبری به اندازه کتاب خود مقام دارد. یعنی عالی ترین مقام موسی کلیم همون مقام تورات اوست، عالی ترین مقام عیسی مسیح سلام الله علیه ما همون انجیل اوست. هر پیغمبری به اندازه کتاب خود دارای مقام است. چون قرآن مهیمن بر دیگر کتب است، پس حقیقت قرآن و باطن قرآن مهیمن بر حقایق انبیاء پیشین هم هست. از این جهت همه انبیاء احتمال میدن که این چهره نورانی به صف اینها بپیوندد، میبینن که نه، از صف اینها هم میگذرد. این حقیقت قرآن که این روایت شریف را اصلا ملاحظه میفرمید و این هم شفاعت میکند. این که به یک صورت نورانی در میآید و شفاعت میکند، نه یعنی میگوید خدایا اینها که عمل کردن عملشون مطابق با من هست. اون که عمل کردن که کردن، اونا که عمل نکردن و اهل قرآن بودن و کم بودی دارن، قرآن از اونا شفاعت میکنن. در بیانات هست امیر سلام الله علیه که در باره عظمت قرآن سخن میگوید، در خطبه 176 صفحه 250 به عنوان فضل القرآن این چنین است، میفرماد به که وعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يزل والمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة او نقصان زيادة في هدى او نقصان من عمل. تا میرسد به این جمله شریف وعلم انه شافع مشفع، او شفاعت می کند، به شفاعت او تشفیع می شود. شفاعت و شفیع یعنی قبل تو شفاعت او، شافعی است که شفاعت او مقبول است. و علمو انه شافع مشفع و قائل مصدق و انه من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فیه. هر که قرآن از او شفاعت کند شفاعتش مقبول. البته قرآن کلام خداست، کلام خدا بدون اذن خدا سخن نخواهد گفت. و قائل و انه من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فی و من محل به القرآن یوم القیامت صدق علی. هر کسی قرآن درباره او سعایت کند، بگوید او بدرفتاری کرده، یعنی شکایت کند، یعنی سعایت کند، گزارش بد بدهد، مورد قبول است. و هر کس قرآن درباره او شفاعت کند، شفاعت او مورد قبول است. خب شفاعت یعنی چه؟ یعنی بگوید اعمال او با من منطبق بود، این معنی شفاعت است. یا شفاعت میکند یعنی از خدای سبحان میخواد کمبود این شخص را جبران کند. این که در تفسیر شفاعت در همین این کلمه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی تفسیر شده است که شفاعت القرآن نطق و آیاته بانطباقها على عمل العامل، این همون دعو کسی است که شفاعت بر او حل نشود. و الا شفاعت قرآن به این معنا نیست که یعنی خدایا اعمالی که او داشت مطابق با من است. این خوب متن عمل در قیامت روشن است. شفاعت قرآن مانند شفاعت انبیا، مانند شفاعت اولیا، مانند شفاعت معصومین علیهم السلام به این است که خدایا یا از گناهان او بگذر یا ترفیع درجه بده و مانند آن. نه شفاعت میکند یعنی اعمال او با من مطابق بود، این که معنی شفاعت نشد، این میشه شهادت نه شفاعت. شفاعت قرآن عبارت از آن است که کمبود را حل کند، مثل شفاعت سایر شفا. و این حدیث شریف را اصلا ملاحظه فرمود که قرآن در قیامت به چه صورتی ظهور میکند. اونگاه همه به این محتاجم. اگر خدای سبحان وعده داد به پیغمبرش که من تو را به یک مقام محمود میرسانم و این مقام محمود را هم مقید نکرد که چه مقامی است، معلوم میشود همگان از فیض رسالت پیغمبر در قیامت بهره میبرند، آدم و من دونه. و این عالی ترین شفاعت است که حتی شفعا هم از شفاعت پیغمبر برخوردارند. در سوره مبارکه اسراء وقتی بشارت
مقام محمود را بعد از نماز شب به شب زنده زاری ذکر میکند، این چه میفرماید؟ آیه 78 و 79 سوره اسراء: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، که این ناظر به نمازهای چهارگانه است. از دلوک شمس تا غسق اللیل 4 تا نماز است. از دلوک شمس یعنی زوال شمس، ظهر و عصر شروع میشود، تا غسق اللیل دل شب و تاریکی فراگیر شب که پایان نماز عشاء است. از دلوک شمس تا غسق اللیل 4 نماز است. اونگاه به نماز صبح در جمله بعد اشاره کرد، فرمود و قرآن الفجر، جمعا می شود نمازهای پنجگانه: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر که صلات صبح. با این جمله نمازهای پنجگانه تسلیم شد. اونگاه درباره عظمت نماز صبح هم ذکر فرمود که این قرآن الفجر کان مشهودا، برای که فرشتگان لیل فرشتگان نهار هر دو شهادت میدهند به ماننده. این دستور عام. اما دستور خاص که مربوط به وجود مبارک حضرت است این است: فرمود و من اللیل فتهجد بهی لافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، از شب زنده‌داری غفلت نکن، امید هست که خدا تو را به برکت شب زنده‌داری به مقامی برساند که این محمود است. وقتی مقام مقید شد به محمدت و محمدت مطلق بود، یعنی مقامی که همه از این مقام برخوردارند و از او بهره میگیرند و همه ثناگوی این مقامند، چون محمود فرشته ها نیستی، محمود انبیا نیستی، محمود اولیا نیستی، محمود مطلقی. کی محمود مطلق است؟ کسی که کاری بکند که همگان استفاده کنند، یعنی بشود رحمتون للعالمی. اگر کسی کاری کرد که همه از او استفاده کردن، هم رحمتون للعالمین خواهد بود، هم محمود مطلق است، یعنی همه هم دعو میکنند. لذا در ذیل این کریمه آمده است که این مقام مقام شفاعت است و هیچ کسی نیست مگر اینکه به شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیدوار است. این همون شفاعت کبراست. اگر این مقام مقامی نبود که کار خیر از او صادر بشود که حمد نداشت، و اگر کار خیرش مخصوص به مذنبین بود که او محمود المذنبین بود نه محمود مطلق، یا اگر کارش طوری بود که فقط فرشته ها استفاده میکردن، این محمود الملائکه بود نه محمود مطلق. از این که فرمود مقام محمود است، حامدش محض شده، نفرمود فرشتگان هم میکنن یا مذنبین هم میکنن یا انبیا هم میکنن، این محمود محمود مطلق است. معلوم میشود از این مقام هیزی به همگان میرسد و همگان حامدند. این همون شفاعت کبراست. این همان است که همه به شفاعت حضرت امیدوارند. اونها که مبتلاین برای رفع ابتلا، اونها که مترعمن برای ترفیع درجه، اونهایی هم که میخواهن شفاعت کنند به امید پیغمبر شفاعت میکنند. اونگاه کسی که این مقام را دارد و خدای سبحانم صاحب این مقام را به عنوان رؤوف الرحیم معرفی کرد، اون وقت این از اهل کبائر از امتانش غافل است. پس چه رحمتی است برای مؤمنین؟ چرا؟ چون همه نعم را در از ذکر می کند. در آیه بعدم راه ورود و خروج مسائل را هم طرح می کند. بقول ربی ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین و اجعلنی من لدن که سلطان النذیر. این راه های کمال را در نشون می دهد. این نظیر قوانه فقهی نیست که یه سلسله آیات در صدد اصل تشریع باشد بعد مبینات بیاید. یه چیزی بیان نشد که فقط شما محمود مثلا فرشتگان باشید. در قرآن جای دیگه بیان نشد که نماز شب نقشش این است که تو را به مقامی که محمود الملائکه بشوی میرساند. بعدم تبیین نشد جایی که نه قاعده قاعده اقلایی است. دارید بر فقه چون این چین است یه سلسله اطلاقات تشریعی دارد، یه سلسله اطلاقات بیانیه. اما اینجا اطلاقات بیانیش همین است، چون بعدا بیان نکرده.
نظیر صلات نیست که عقب صلات اطلاق تشریعی داشته باشد، نظیر تشریعی باشد و اطلاق بیان نداشته باشد، چون در موارد دیگر بیان شده. اما اینجا دیگه نماز شب انسان را به کدام مقام میرساند بیان نشده مگر همین. اگر اینم مهمل باشد که قابل استدلال نیست، نباید کار اختیاری باید بکند. اون مد هست نه هم. بالاخره اگه کسی کار خوب نکرد که هم نمیکنن که، مدهش میکنن نه هم. اون ممدوح بودن است نه محمود بودن. اون وقت مار کسی است که اگر بی اعتنایی بکنن به قرآن، نبذوه برا ظهورهم، قرآن هم باید شفاعت کنن، شفاعتش باید به اذن خدا باشه. خب درباره اونا شفاعت نمی کنن. اما نسبت به دیگرانی که بسیار از احکام را عمل کردن در بعض موارد لغزیدن که شفاعت می کند که. اونا در اون مقام یک واحدن، اهل بیت در اون مقام نورانیت یک واحدن. در پایان سوره توبه این چنین فرمود که پیغمبر نسبت به مؤمنین، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خب کسی که دارای مقام محمود هست و از طرفی هم بالمؤمنین رؤوف رحیم هست، مؤمنین در قیامت گرفتار عذاب باشند و پیغمبر با داشتن مقام محمود و رحمت للعالمینی از اینها غفلت کند، این چنین نیست. لازمش اینه که بالمؤمن رؤوف رحیم نباشد. این که فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم است، مقام محمود را هم دارد، یقینا شفاعت میکنند. لذا از امام باقر سلام الله علیه و از سایر معصومین هم با یه تفاوتی نقل شده است که میفرمایند امید بخش ترین آیه در قرآن کریم به نظر شما همون آیه سوره زمر است، آیه 53 سوره زمر که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. پیش شما امید بخش ترین آیه این آیه، ولی پیش ما اهل بیت علیهم السلام امید بخش ترین آیه آیه 5 سوره زها که فرمود ول سوف یعطی کرب و کف تر. اینقدر خدای سبحان پیغمبر عطا بکند که او راضی بشود. خب این رضا درباره مسائل شخصی نیست که پیغمبر در هر امر راضی، مگر رسول خدا مقام رضا نرسیده بود؟ او که به همه چیزش راضی بود، به قلیلش، به کثیرش، به جهادش، به تبعیدش، به هجرتش، به توهین و استهزاش، به همه چیزش راضی بود، او شکایتی نداشت. این کدام مقام رضاست که می‌فرماید ولی سوف یعطی کرب و کف ترضا، اونم مقید نکرد. خب اگر پیغمبر رحمت للعالمین است و اگر بالمؤمنین رؤوف رحیم است و اگر دارای مقام محمود است و اگر خدا اونقدر میداد که او راضی باشد، آیا او راضی هست که عده‌ای از مؤمنین جهنم بسوزم بعد بگه خدای همین مقداری که دادی من راضیم؟ این قابل باور نیست. لذا اهل بیت فرمودن امید بخش ترین آیه به نظر ما اهل بیت این کریمه است. مؤمن فاسق، مؤمنی است معصیت کرده، شفاعت شامل اینها می شود. اگر خدای سبحان بخواهد اینا یقینا شفاعت میکنه. از طرف اینها آمادگی هست، البته شرک نباشد، کفر نباشد، نفاق نباشد، امثال ذلك. لا تنالوا مستخف بالصلات، این در برزخ در احتضار و مانند آن فشار میبیند تا مقدار تطهیر بشود و در قیامت شفاعت کبرا احیانا شامل اونها خواهد شد. منتها تحمل مشکلات برزخ و احتضار کار آسانی نیست. فشار قبر مال کسی است که اینها را سبک شمرده است. خب مگر فشار قبر کم است و کسی می تواند تحمل بکند؟ تامه موت مگر کم است؟ اگر کنون که نوبت به جهنم رسید اینو شفاعت میکنند. بله البته باید مسلمان باشد، مؤمن باشد، به اصول دین معتقد باشد. اونها اگر کنون که مؤمن باشد، اصول کلی و تشیع این گونه از قیود اولیه داشته باشد، بعیده که در قیامت به صورت حیوان محشور بشود. شفاعت از این طرف اگر خدای سبحان اذن بدهد حتمی است، منتها به اذن خدا متکی و اذنش اذن حکیمان است. چون بسیاری از اسرار است که خدا میداند، تنها امری که زمام کل به دست اوست اذن خداست. الان بحث دارند که کیها حق شفاعت دارند، اینا حق شفاعت دارند، ولی زمام و شفاعت و آخر و من یشفع همون راهمین، او باید اذن بدهد.
او میداند که به کی اذن بدهد، چون حکیم مطلق است. چون یکی قرآن در حقیقت همون اون اساره رسالت است، شخصیت حقوقی پیغمبر قرآن است. بله، حقیقت قرآن انسان کامل است و اگر کان خلق القرآن، اگر پیغمبر به صورت یک کتاب متمثل بشود میشود قرآن، و اگر قرآن به صورت یک انسان در بیاید میشه پیغمبر. حقیقت اینها یکی. من پیش تو مقربم باعث میشود که خدای سبحان فضلش را زمینه عدلش کند، یا من پیش تو مقربم باعث میشود که مسکنت این عبد محکوم را هم از نظر دور ندارد. این واسطه میشود برای اعدال امرین. بنابراین روایات اگر مسئله شفاعت قرآن یا شفاعتهای دیگر را نظیر شفاعت مسجد، شفاعت اماکن متبرک دیگر، مشاهد مشرفه و امثال ذلک تصریح می کند، با اصول کلی قرآن موافق است، مخالف نیست. چون باید خدا اذن بدهد و زمام شفاعت به اذن خدا، هر که هم اذن داد داد. و معصومین علیه السلام که مبین قرآنن خصوصیت ها را مشخص کردن که اون خصوصیت ها بخواست خود در بحث روایی حل می شود. والحمد لله رب العالمین.